نکات عمده در برنامه امروز تلویزیون آشنای صدای آمریکا. انتخابات در تاجیکستان و پیشبینی ها مبنی بر پیروزی قاطع امام علی رحمان در آن. د کابل د ښار په ولسوالیو کې د رهایشي کارګوټو د جوړولو نوی پلان. انتقاد یک مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا از مشی کنونی این کشور در قبال افغانستان. او بهرنی سیاله ته د چمتووالي په هدف د افغانستان د فوتبال فری استایل تمرینونه هیله ده تر پایه سره اوسه. با تقدیم سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان گرامی تلویزیون آشنای صدای آمریکا، احمد فاضل لامی هستم و برنامه امروز چهارشنبه 15 عقرب سال 1392 شمسی را از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن با این خبر آغاز می کنم. مردم در ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه و پای صندوق‌های رأی رفتند و در انتخابات مهم و محوری اشتراک کردند که برای انتخابات سال آینده کنگرس و انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ممکن پیامدهای تأثیرناکی داشته باشد. تفصیل بیشتر این خبر را از همکارم برشنا عمرخیل می‌شنویم. باشندگان ایالت نیوجرسی واقع در شمال شرق آمریکا، کریس کریستی را از حزب جمهوری خواه در مقابل رقیبش سناتور باروارا بانو از حزب دموکرات برای بار دوم من حیث والی خود انتخاب کردند. کریس کریستی احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نیز وارد عرصه رقابت شود. آقای کریستی شام سه‌شنبه با حامیان خود گفت پیروزی وی باید به مثابه یک درس به قانونگذاران در واشنگتن باشد. می دانم که امشب یک آمریکای افسرده که از حکومت‌های ناکارآمد خود در واشنگتن ناراض است، چشم امید به سوی نیوجرسی دوخته می گویند. آیا آنچه من فکر می کنم اتفاق می افتد؟ واقعاً اتفاق می افتد؟ آیا مردم واقعاً در آینده با هم یک جا می شوند؟ آیا ما آمریکایی‌های آفریقای تبار، اسپانوی‌ها، روستایان، شهرنشینان، دهقین و معلمین ما واقعاً همه با همدیگر همکاری می کنیم؟ تری مک آلیف دموکرات در رقابت‌های انتخاباتی که در ایالت جنوب شرقی ویرجینیا صورت گرفت پیروز و والی ایالت ویرجینیا شد. او در این انتخابات رقابت تنگاتنگ با کن کوچنلی عضو محافظه‌کار تیک پارتی داشت. تد دیواین کارشناس دموکرات میگوید ممکن امتناع رای دهندگان حزب تی پارتی برای سازگاری نتایج انتخابات را متاثر ساخته باشد و همانو به نفع آقای مک آلیف تمام شد. آنها اساساً گفتند گوش بدهید، ما در حال سازگاری نیستیم، حتی اگر این به معنای کوتاهی در پرداخت قرضه ایالات متحده آمریکا و یا به معنای تعطیل حکومت ایالات متحده باشد، ما سازگاری نمی کنیم. فورد اوکانل کارشناس جمهوری خواه اضافه می کند اگر تی پارتی در مورد گذشته سیاست اپوزیسیون ناکام شود، موقف این حزب در معرض خطر از دست دادن نفوذ و حمایت قرار خواهد گرفت. سال 2014 سال شکست یا پیروزی برای حزب تی پارتی است، بخصوص با مسائلی که در ذهن رای دهندگان آمریکا وجود دارد که عبارتند از شغل، قرضه و قانون مواظبت صحی اوباما می باشد. و اگر تی پارتی می خواهد این مشکلات را حل کند، باید اساساً با یک استراتژی دراز مدت بیایند. همزمان شهر نیویورک برای اولین بار در 20 سال گذشته صاحب یک شاروال دموکرات شد. بل دی بلاسیو وکیل عمومی توانست با فاصله زیادی بر جو لوتا رقیب جمهوری خواهش پیروز شود. مایکل بلومبرگ که برای سه بار پیهم شاروال نیویورک انتخاب شده بود، طبق قانون نمیتواند برای بار چهارم در این سمت باشد. به روز سه‌شنبه ساکنین چندین شهر عمده آمریکا به شمول اتلانتا، بوستن، دیترویت، یوستن و میامی نیز برای انتخاب شاروالشان رأی دادند. تحلیلگران سیاسی آمریکا سعی دارند با استفاده از نتایج انتخابات روز سه‌شنبه، نتایج انتخابات سال آینده در کنگرس این کشور را پیش بینی کنند که تایان سرنوشت برندگان 435 کرسی مجلس نمایندگان و 1/3 از 100 کرسی سنا تعیین می شود. برشنا عمرخیل، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که در مذاکرات صلح با فلسطینی ها تا حال پیشرفت حقیقی صورت نگرفته و آرزومند است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در سفرش به شرق میانه
فلسطینیان را به ادامه مذاکرات وادارد. نتانیاهو گفت وی راجع به این عدم پیشرفت نگران است، زیرا به گفته او فلسطینی ها بحران مصنوعی ایجاد می کنند و از تصمیم گیری های تاریخی طفره می روند. در همین حال رهبران فلسطینی ادعا کردند که پلان اسرائیل مبنی بر اعمار 3500 مسکونه جدید در مناطق اشغالی یک مانع بزرگ فراسوی پیروزی مذاکرات می باشد. وزیر خارجه ایران می گوید کشورش آماده است تا در صحنه بین المللی نقش جدیدی را ایفا بکند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران که امروز در 37مین نشست عمومی سازمان یونسکو در پاریس شرکت می کرد در صحبت با آژانس رویترز گفت در جهان نو نیاز این است که به مسائل جهانی به روش متفاوتی رسیدگی صورت گیرد و ایران یقینا آماده ای آن است که نقش جدیدی را بازی کند. قرار است ایران فردا پنجشنبه در شهر ژنو مذاکرات راجع به برنامه جنجال برانگیز اتمی اش را با گروه موسوم به 5+1 آغاز بکند. در این گروه ایالات متحده، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان شامل است. مردم تاجیکستان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند و انتظار می‌رود در این انتخابات امام علی رحمان رئیس جمهور کنونی تاجیکستان بار دیگر پیروز شود. تفصیل گزارش در مورد را همکارم لیلا محبیب عظیمی که در استودیو با ماست تقدیم می‌کند. لیلا جان سلام بر شما، بفرمایید. بله، با سپاس از شما و با سلام و درود. طوری که فرمودید روند رأی‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان امروز آغاز شد. بر اساس پیشگویی و نظرسنجی ها قرار است رئیس جمهور امام علی رحمان که حمایت روسیه را با خود دارد و تا کنون 3 دوره ریاست کشور خود را به عهده داشته است، یک بار دیگر زمام 7 ساله کشور را به دست گیرد. ناظران میگویند برگزاری انتخابات تاجیکستان صرف به نام است. اوینی هول بابا نظروا، فعال حقوق بشر، یگانه کاندید واقعی مخالفان است که در رقابت‌ها بر اساس اینکه او در به دست آوردن تایید 5% آرای رای دهندگان واجد شرایط در کشور با شکست مواجه بوده است، اظهار می‌دارد که وضع کشور ملال‌انگیز است. اولتر از همه اقتصاد در یک حالت وخیم قرار دارد. ثانیاً حقوق بشر به ویژه آزادی بیان، مذهب و سایر آزادی‌ها کاملاً غیر قابل اجرا می‌باشند. بیش از 90% از جمعیت تاجیکستان مسلمانند. بابا نظروا اظهار می‌دارد که محدودیت آزادی در تاجیکستان می‌تواند منجر به افراط‌گرایی اسلامی شود. این بسیار خراب است. می‌دانید ما مردم می‌گوییم که تغییرات در سیستم حکومت باید از طریق انتخابات صورت گیرد. ما به قانون احترام می‌گذاریم، اما جامعه اکنون مطالبات دیگری مثل مردم افراط‌گرا دارد. بنابراین اگر ما به افراط‌گرایان عوض شویم، تقصیر دولت خواهد بود. روسیه در برابر یک ائتلاف ضعیف اسلامگرایان و گروه‌های ملیت‌گرا و دموکراتیک جناح گرفته و ناظران غربی گفتند که انتخابات 7 سال قبل فاقد هر گونه رقابت واقعی بوده، اما بسیاری از مردم تاجیکستان در مورد اندیشه و اعتراض ندارند. من فکر میکنم رئیس جمهور ما بهترین کاندید است، چرا که او دارای تجربه زیاد بوده و او واقعا کارهای زیادی برای این کشور انجام داده. من برای او رأی میدهم. اقتصاد متکی به پنبه و آلومینیوم تاجیکستان در جریان جنگ داخلی و پس از فروپاشی شوروی سابق آسیب دید. حتی با آنکه اقتصاد این کشور اکنون در حال رشد است، با آن هم در سالهای اخیر تاجیکستان فقیرترین کشور آسیای میانه بوده است. بسیاری از مردم تاجیکستان در خارج از کشورشان کار می کنند و وجوه ارسالی آنها به حساب تقریبا نیمه از تولید ناخالص داخلی این کشور می رود. با گفته بانک جهانی، تاجیکستان در اقتصاد خود متکی به پول ارسال شده جهان است. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه کار می کنند که اقتصاد کشور خود را وابسته به همسایه بزرگترشان می سازند. رئیس جمهور امام علی رحمان 61 ساله در حال رقابت انتخاباتی برای دوره 4 در کشور است که اهمیت استراتژیک برای کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای همسایه آن افغانستان و چین دارد. 8 میلیون مسلمان سنی مذهب این کشور یکی از فقیرترین جمعیت در میان جمهوریت‌های شوروی سابق به شمار می‌رود. طوری که گفته آمد، عواید این کشور از وجوه ارسالی بیش از 1 میلیون تاجیک که در روسیه کار می‌کنند بستگی دارد. در جمله 5 تن از رقبای او در انتخابات نیز از رحمان ستایش کردند.
مسکو از رهبری امام علی رحمان حمایت میکند که در زمان شوروی سابق جمهوریت تاجیکستان را از سال 1992 اداره میکرد. دولت او کنترل شدید بر مساجد و تعلیمات مذهبی با هدف جلوگیری از افراطگرایی در تاجیکستان را حفظ کرده است. فاجا؟ تشکر از شما. تشکر. مقامات پلیس در افغانستان میگویند آنان ارصاد 7 سرباز افغان را در ولایت زابل یافتند. گمان برده می شود که این سربازان از سوی طالبانی که آنان را اسیر گرفته بودند کشته شدند. با گفته قماندان پلیس زابل، 7 سرباز اردوی ملی یک هفته قبل حین رفتن به خانه هایشان در مسیر کندهار ناپدید گردیدند و ارصادشان امروز چهارشنبه در حومه شهر قلات یافت شد. دیوید سیدنی دستیار سابق معین وزارت دفاع آمریکا در بخش افغانستان و پاکستان و آسیای مرکزی، مشی کنونی آمریکا را در برابر افغانستان طی گردهمایی که توسط بنیاد آمریکایی نوین میزبانی میشد تحت انتقاد قرار داد. انجمن ابتی خبرنگار تلویزیون آشنا گزارشی تهیه کرده که تقدیمتان میگردد. دیوید سیدنی، معاون سابق معین وزارت دفاع ایالات متحده در بخش افغانستان و پاکستان آسیای مرکزی که در ماه می سال 2013 از این وظیفه تقاعد کرد، در نشستی که توسط بنیاد آمریکای تازه میزبانی می شد بیان داشت که مشی کنونی در بخش افغانستان عاری از موضع و رهبری است. مشی ایالات متحده در قبال افغانستان معتقدم که در سالیان اخیر به هدف بوده است. حمایت مردم آمریکا و کانگریس کاهش یافته است و ما مجموعه از واکنش متفاوت رهبران در ایالات متحده را در بخش زمان و جدیت تعهد خود به سمت افغانستان داریم، بخصوص در بخش اردو و امنیت. و اضافه کرد که انعکاس مداوم تصاویر منفی از وضعیت افغانستان در مطبوعات داخلی و خارجی بخشاً مسئول این کاهش در حمایت مردم آمریکاست. وی تاکید کرد که مردم اغلب انکشافاتی را که در افغانستان در طول 12 سال گذشته صورت گرفته است فراموش می‌کنند و اینکه باید آمریکا باید از این دستاوردها بعد از سال 2014 حفاظت کند. آقای سیدنی می‌افزاید که موافقتنامه امنیتی میان دو کشور می‌تواند برای هر دو کشور مؤثر باشد. کلارا لاکهارت که مشاور حکومت افغانستان در پلانهای انکشافی از سال 2001 تا 2005 بود، در مورد احتیاج به حفظ دستاوردهای امنیتی بعد از سال 2014 تاکید می‌ورزد. ما باید از جدا ساختن انکشافها از بُعد امنیتی در آن کشور بپرهیزیم. هر فردی که در افغانستان زندگی می‌کند، می‌داند که انکشاف انستیتوت‌ها و اقتصاد با ادامه تعهد ما به امنیت ممکن است. حسیب همایون که عضو حرکت سیاسی جوانان افغانستان به نام 1400 است، در این گردهمایی بیان داشت که مذاکره با شورشیان باید بر اساس قانون اساسی افغانستان صورت گیرد. قانون اساسی از خواست مردم نمایندگی می کند و به نیاز گروه های مختلف و عقایدشان رسیدگی می کند و در برخی موارد به فکر من، ما کسانی که علیه آن در طول سالیان گذشته می جنگیدند و حال با قبول نمودن آن روی آورده اند داریم. الینور سمیل که مؤسس بنیاد اکثریت زنان است، از حقوق زنان از سالیان 1990 به بعد در افغانستان دفاع کرده میگوید که صلح با طالبان نباید با قیمت سلب حقوق زنان صورت گیرد. در حال حاضر فکر می کنم ما روی پروسه صلح عضویت در آن فشار لازم را نمی آوریم. فکر می کنم که مذاکره با طالبان باید تحت یک شرط صورت گیرد و آن این که حقوق زنان باید جدی گرفته شود و ما به گذشته باز نگردیم و قانون اساسی نیز احترام گردد. شرکت کنندگان در این نشست بیان داشتند که موافقتنامه امنیتی میان دو کشور برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سالیان 2014 و 15 برای آینده افغانستان مهم است. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. با تطبیق پلان انکشافی ولایت کابل از تراکم نفوذ در شهر کابل کاسته خواهد شد. پلان انکشافی 5 ساله ولایت کابل که شامل 1160 پروژه انکشافی است، امروز در کنفرانسی که نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای تمویل کننده اشتراک نموده بودند، معرفی گردید. طبق این پلان در هر 13 ولسوالی ولایت کابل شهرک‌های معیاری رهایشی اعمار خواهد شد. بر علاوه اعمار مجتمع
اداری به ارزش 30 میلیون دلار، پارک های ملی در ولسوالی های کابل و احداث سرک های اساسی در اطراف شهر کابل نیز شامل این پلان می باشد. به قول مسئولین حکومتی، تطبیق پلان انکشافی ولایت کابل نیاز به 300 میلیون دلار آمریکایی دارد که در 5 سال آینده از بودجه حکومت افغانستان و کشورهای تمویل کننده عملی خواهد شد. با ایجاد مجتمع اداری از تراکم ترافیک کاسته میشه، از سردرگانی مردم کاملا کاسته میشه، بلکه زدوده میشه. مردمی که در 30 روز کارش در دفاتر اجرا میکنه، اگر در مجتمع اداری بره و در یک ساعت دو ساعت کارش به انجام میرسه، و با ایجاد محلات مسکونی در ولسوالی ها مردم ها صاحب خانه میشن با اونجا، از تراکم نفوذ در کابل کاسته میشه، نفوذی که به شهر کابل مراجعه میشه به 13 ولسوالی که در نزدیک و همجوار شهر کابل است اونا متمکن میشن در اونجا صاحب. با گفته مسئولین حکومت افغانستان، اکنون شهر کابل بیش از 4 میلیون نفوذ داشته و در ولسوالی ها 700 هزار نفر زندگی میکنند. در صفحه اختصاصی تلویزیون آشنایی صدای آمریکا در فیسبوک امروز از دوستان در مورد مشکلات افزایش نفوذ شهر کابل و راه‌های حل آن پرسیده بودیم. از جمله کسانی که نظر دادند، صابر بهزاد از کابل نوشته یگانه راه بیرون رفت از این معضله فراهم آوری شغل برای مردم در ولایات خودشان است. دوست دیگر ما ذبیح الله سعیدی نیز از کابل نوشته به حوصلگی، افزایش حادثات ترافیکی، به چهره شدن شهر از جمله پیامدهای افزایش نفوذ است. بیننده های عزیز، شما نیز می توانید نظریات و تبصره‌هایتان را از طریق صفحه اختصاصی تلویزیون آشنا در فیسبوک با ما شریک سازید و در این صفحه گزارش ها و مطالب نشر شده ما را نیز ببینید. آدرس آن از facebook.com/voatvashna. سازمان غذایی جهان در همکاری با وزارت امور مهاجرین و با کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده سروی را در مورد بیجا شدگان مستقر در شهر کابل آغاز کردند تا برای آنها کمک های زمستانی را برآورد کنند. در مورد مشکلاتی که این بیجا شدگان با آن مواجه خواهد بود و نیازمندی های آنان صحبتی داریم با محمد صدیق حسنی، رئیس پلان و پالیسی اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان که از سدیوی کابل با ما در برنامه اند. آقای حسنی، سلام بر شما، خوش آمدین. خب در اول از بیجار شدگان شروع بکنیم. در شهر کابل فعلا چند کمپ بیجار شدگان وجود داره و وضعیت آن از چه قرار است؟ با عرض سلام و احترام خدمت بیننده های تلویزیون آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. خدمت شما عرض شود که بیجار شده های که در اکلاف و اطراف شهر کابل وجود دارند، سب شامل 52 کمپ است که جمعاً در حدود 4780 فامیل شناسایی شده و در سال گذشته و این ارقام به 4275 می رسید. امسال محصول سرویی که انجام دادن وزارت مطلع و عدد مهاجرین این ارقام چند فیصد بالا رفته و به هر ترتیب وزارت خانه ها و ادارات مربوط به کمیته ملی مبارزه با حوادث در قبال پاسخدهی و رسیدگی به متضررین ناشی از حوادثی که بیجا شدند و در شهر کابل متمرکز هستند، هم مساله یک مقدار امکانات و منابع کمک رسانی را برایشان آماده می سازند و برای از اونا توزیع می‌کنند. آقای حسنی، امسال چه برنامه های مشخصی را روی دست دارین؟ ما خدمت شما عرض کنم سب که اداره ملی مبارزه به حوادث قبل از اینکه ما در رابطه با پلان آمادگی های ما خدمت شما و بیننده های تلویزیون خوب شما ارائه بکنم، یک مختصر معلومات خدمت وطنان عزیز ارائه بکنم که میکانیزم پاسخدهی در افغانستان قسمی هست که در برابر حوادث اداره ملی مبارزه به حوادث یک مرجع هماهنگ کننده تمام کمک های بشر دوستانه است برای متضررین از حوادث و بیجا شده ها، و همچنین تصاعد وزارتخانه های سکتوری که در کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث عضویت دارند، اونا هم مطابق به استقامت های کارشان مکلف هستند که در قسمت رساندن امداد بشر دوستانه برای متضرر ناشی از حوادث رسیدگی کنند. مبتنی به از او جلسات بله آقای حسنی، چون معذرت می‌خوام چون وقت برنامه کم است، یک مسئله دیگه بله. آیا امکان حل دائمی مشکل بیجار شدگان موجود می باشه یا خیر؟ مثلا
تهیه سرپناه دائمی برای ایما بجا شدگان در مناطق امن؟ کاملا اصلا مطابق معیارهای و پرنسیب هایی که وجود دارد باید بجا شده ها که بنا به عوامل مختلف جنگی، حوادث طبیعی و یا یک تعداد برادران و وطنهای ما که از کشورهای همسایه بازگشت کردند در کشور ما، مطابق با پروگرام های مشخصی که قبلا تنظیم شده وزارتخانه و ادارات مربوط و سکتوریش مکلف هستند که تا برای بعد از اینکه بجا شده ها در یک محل متمرکز میشن، جا به جا میشن، متعاقب از او باید برنامه های اسکان مجدد، کاریابی و سایر موارد انتقال به محلات اصلیشان باید برنامه ریزی صورت بگیره و مبتنی به از او بجا شده هایی که در یک جای جمع شدن مخصوصا در شهر کابل به محلات اصلیشان انتقال داده شوند و زمینه های کاریابی به از اونها مساعد شود و این کار باید وزارت های مختلف سکتوری خصوصا وزارت عودت مهاجرین مسئولیت دارند که باید این کار را در قبال برنامه های خود شامل بسازه و او را تطبیق بکنه. با تطبیق از این برنامه ها خامخا حل دائمی مشکل بیشتا که متاسفانه در افغانستان در حدود بیش از 70,000 فامیل میرسه حل خواهد شد. بله، خب بغیر از بجا شدگان در کمک رسانی و او عده مردمی که در زمستان امسال با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، مثلا در مناطق صعب العبور، آیا آمادگی های لازم را شما دارین؟ کاملا کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت رهبری جناب استاد محمد کریم خلیلی که اکثریت اعضای وزارتخانه های سکتوری و همکاران بین المللی ما مثل اوچا و مؤسسه غذایی جهان، محسسه صحی جهان مشترکان در کمیته ملی مبارزه با حوادث هر سال برنامه ریزی میکنن و یک مقدار آمادگی های پیشگیری را در برابر حوادث ناشی از زمستان سرد نیازمندی را تثبیت کرده در محلات معروض به خطر را انتقال میدن. بله. و همون قسمی که شما و هموطنان عزیز ما در جریان هستن، امسال هم یک مقدار کافی مواد غذایی، غیر غذایی و امکانات پاککاری و بازنگشت راه‌های مواصلاتی و عرضه خدمات سی از طریق سکتورهای مربوطه حسنی که جمعا ۲۸,۰۰۰ فامیل مذارت میخواییم که شما را صحبت شما را قطع میکنم. بله، یک مسئله اخیر، شما پیشتر گفتین که شما کمک ها را به اصطلاح هماهنگ میسازین. بزرگترین منبع کمک کننده در حوادث طبی در افغانستان کدام سازمان میباشه؟ ما خدمت شما عرض کنم سر چون حوادث طبیعی یک وقت اتفاق میفته تاثیرات از او کسی رو سکتوری است، وزارت محترم صحت عامه، وزارت انکشاف دهات، وزارت زراعت که معیشت بر هم میخوره، راه ها و مواصلات مسدود میشه و همچنین نهادهای بین المللی مثل WFP، مثل IOM، اوچا و سایر مؤسسات بین المللی، همکارای بین المللی ما که با ما در کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث مشترکاً کار میکنن، اینا سهم بسیار بارز را در تشکر از شما آقای حسنی سپاسگزار هستیم اوقات مختلف دارد که معلومات ارزنده در اختیار بیننده های عزیز ما قرار دادیم. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. یک تبعی استرالیا که در افغانستان با القاعده آموزش دیده بود و سپس مدتی را در پایگاه گوانتانامو زندانی بود، به روز سه‌شنبه درخواستی را مبنی بر رد اعترافات خودش در رابطه با تمویل دهشت افغانی ترتیب داد. دیوید هکس استرالیایی زمانی که در زندان گوانتانامو بود اعتراف کرده بود که دهشت افغانان را در بخش تدارکات کمک می‌کرد. این اعتراف سبب شد که هکس از سوی محکمه نظامی آمریکا به جرایم جنگی متهم نگردد و پس از چند سال حبس از گوانتانامو رها شود. حالا وی
رای که با استرالیا برگشته اصرار دارد که اعترافاتش مبنی بر حمایت دشت‌افگنان نیز خلاف میل او بوده و منظور آن صرف رهایی از زندان گوانتانامو بود و میگوید که حال در پی اعاده شخصیت خیش است. راب فورد شاروال تورنتو پذیرفت که وی کوکائین دود کرده و پس از این اعتراف از مردم کانادا به خاطر این عملش پوزش طلبید. آقای فورد بر روز سه‌شنبه گفت وی در پیشگاه مردم شهر تورنتو شرمنده و خجل می باشد. وی افزود که وظیفه‌اش را و شهرش را دوست دارد و حال باید اعتماد شهریان تورنتو را دوباره به دست آورد. فورد تأکید ورزید که وی معتاد مواد مخدر نیست و فقط یک سال پیش در یک حالت مستی و بیخودی به دود کردن کوکائین پرداخته بود که به گفته او یک اشتباه بود و هرگز تکرار نخواهد شد. نخستین بار زمانی که ویدیوی راب فورد حین دود کردن کوکائین نشر گردید وی آن را تکذیب کرده بود، اما بالاخره به آن اعتراف نمود. ورزشکاران رشته فوتبال فریستایل افغانستان میگویند آنان برای آمادگی به مسابقات خارجی در شهر کابل به تمرین آغاز کردند. بازی فوتبال فریستایل که از یک سال بدین سو در افغانستان رایج شده در برگیرنده حرکات آزاد با توپ میباشد. قرار است در 34 ولایت افغانستان بازی های تمرینی این رشته برگزار شود تا بازیکنان برتر شناخته شده و از آنها تیمی نیرومندی به سطح کشور تشکیل گردد. عبدالله افغانی که بازی فوتبال فریستایل را در افغانستان آغاز کرده به تلویزیون آشنا گفت که آرزومند است قریب بتواند ورزشکاران برتر را شناسایی کرده و راه آنان را به مسابقات بین المللی بگشاید. یکی از ورزشکاران به تلویزیون آشنا گفت کمیته ملی المپیک اگر بر توجه خاص داشته باشند صرف فوتبال فریستایل افغانستان بزرگترین فرصت به خرید بتاره ما مسابقات خارجی را دایر کنه. استاد عبدالله و از این امکانات ما میتونیم از این فرصت بتونیم استفاده کنیم. در حال حاضر حدود 30 تن از پسران در شهر کابل رشته ورزشی فوتبال فریستایل را پیش می‌برند و در نظر است که دختران نیز شامل این ورزش گردند. و اکنون هم فشرده از خبرهای جالب و دیدنی جهان را همکارم خدیجه الکوزه تقدیمتان می‌دارد. قرقیزستان در یک محفل عروسی دست جمعی 50 زوج با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ فرهنگی در بیشکک پایتخت قرقیزستان شرکت ورزیده بودند. زوج‌ها از خانواده‌هایی که عواید کم داشتند و نمی‌توانستند مصارف عروسی را پرداخت کنند، انتخاب شده بودند. این مراسم از سوی وزارت امور کار و عودت کنندگان برنامه‌ریزی شده بود. قرقیزستان دارای 5.5 میلیون مسلمان بوده که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق یکی از فقیرترین کشورها در میان 15 کشور به شمار می رود. هند یک جشنواره عنعنوی پرتاب سنگ بر تمثال شیطان در شمال هند برگزار شد که توجه تماشاگران زیاد را جلب نموده بود. این مراسم پیروزی با هاما را در برابر قدرت شیطان نشان می‌داد. مراسم پرتاب سنگ بر شیطان یکی از کهن‌ترین جشنواره است که هر سال در یک محل تاریخی به هدف حفظ فرهنگ‌های باستانی آن کشور برگزار می‌شود که سیاحین زیاد برای تماشای آن شرکت می‌ورزند. نروژ ورزشکاران در محلات و مسیرهایی که کاملا از پارچه‌های یخ بود کوهنوردی نمودند که این ورزش تازه کوهنوردی غیر قابل باور به نظر می رسید. آنها در مسیری که بیش از 500 متر فاصله داشت با همچون روش سحرآمیز کوهنوردی نمودند. از همه جالب این بود که این ورزشکاران حرفه‌ای از طرف شب نیز با چراغ‌ها در همچون مسیرها کوهنوردی می کردند. الجزایر و یک نمایش مجموعه مود فیشن لباس‌های فرهنگی در پایتخت الجزایر دایر شد که توجه تعداد زیاد علاقه‌مندان را جلب نموده بود. در این نمایش مدل‌ها لباس‌های فرهنگی کشورهای مراکش، تونس، اندونزیا، فلسطین و هند را نیز به نمایش گذاشته بودند. این برنامه از سوی یک مؤسسه خیریه به هدف جمع‌آوری پول برای اطفال بی‌سرپرست و مراسم عروسی 30 زوج یتیم بر راه انداخته شده بود.
این بود داشته‌های امروز ما در بخش اداری تلویزیون آشنایی صدای آمریکا. مطالب و گزارش‌های تازه‌تر را در بخش پشو از همکارم شایسته سعادت‌لامی فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.